سبیل سلیمانی جامعه شناس و فعال حقوق زنان از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش اومدین. در آغاز سومین ماه از اعتراضات سراسری هستیم. داریم میبینیم همونطور که اعتراضات داره گسترده تر و شدت بیشتری پیدا میکنه، سرکوب ها هم بسیار شدید شده. یک کودک 9 ساله و یک کودک 10 ساله در ایذه به دست سرکوبگران کشته شدن. این روند رو چطور میبینید؟ خب حکومت فکر میکنه که با این سرکوب ها میتونه مردم رو مجبور به عقب نشینی بکنه، برای همین هم با مدام در حال شدت دادن این سرکوب ها هست. نوعی فشاری که به حکومت به وجود وارد اومده، خودش هم حتی اون واکنشش رو یعنی کنترلش رو از دست داده. برای همین برای اینکه بتونه این سرکوب ها رو کنترل بکنه، یعنی بتونه این اعتراضات رو کنترل بکنه، از هر نوع سرکوبی استفاده میکنه. و از شلیک کردن به یک کودک، از شلیک کردن به جوانانی که در خیابونها هستن، به نوعی تمام اهرم فشار رو به کار میبره که بتونه این مردم رو فقط به خونه ها بفرسته و برای مدتی بتونه کنترل شرایط رو به دست بگیره. همزمان با اعتراضات شاهد اعتصابات بسیار گسترده‌ای هم بودیم. روز دوم از اعتصابات دیدیم حتی شهرها و مناطق بیشتری هم به اعتصابات پیوستند. این اعتصابات رو در کنار اعتراضات چطور می‌بینید و فکر می‌کنید چطور می‌تونه بر روند اعتراضات تأثیر بگذاره؟ خب در ایران ما اولین بار هست که اعتراضات به این طولانی رو داشتیم. ما در هیچ اعتراضی در سالهای گذشته این همه طولانی مدت نبوده. طولانی مدت بودن این اعتراضات بیش از 2 ماه سبب شده که بتونن اعتراض کننده ها نوعی هماهنگی رو بین خودشون به وجود بیاورن. این هماهنگی حتی تونسته قشر محافظه کاری مثل بازاریان رو که در روند سیاسی در مقابل تحولات روند سیاسی بسیار محافظه کارانه عمل میکنن و اولویت رو بازار و اقتصاد میذارن، حتی با این اعتراضات همراهی بکنن و دست به چنین اعتصابات گسترده‌ای بزنند. به نظر شما پیشبینیتون از این اعتصابات چطوره؟ فکر میکنین آیا در اون حدی که پیشتر کارشناسان و تحلیلگران سیاسی اعتقاد داشتن که اعتصابات فلج کننده اگر اتفاق بیفته معترضان به خواسته هاشون نزدیکتر میشن، فکر میکنین اون رو میتونید متصور بشین در آن؟ بازار میتونه نقش خیلی اساسی رو در این مسئله بازی بکنه. مثلا ما میتونیم پیش بینی اون فلج کنندگی رو که از این اعتصاب زمانی میشه گرفت که شرکت های بزرگی وارد عمل بشن. مثلا در چند روز گذشته در این با شروع اعتراضات تراکتور سازی تبریز مدام در حال اعتصاب بوده. ذوب‌آهن اصفهان در چند روز گذشته به این اعتصابات پیوسته. وقتی صنایع سنگین و صنایع تولیدی کشور در این اعتصابات شرکت بکنن، یعنی دقیقاً اون قسمت اقتصادی کشور رو میتونن فلج بکنن. اگر این اعتراضات رو ما بتونیم اعتصابات رو بتونیم به شرکت‌های نفتی، شرکت‌های تولیدی، شرکت‌هایی که اقتصاد کشور رو در این مدت کاملاً در دست دارن رو بکشیم، مشخصاً میتونه اون فلج کنندگی اقتصادی رو که در کشور ما سال‌هاست برای مقابله با جمهوری اسلامی دنبالش هستیم رو به دست بیاریم. اون موقع میشه حکومت رو مجبور کرد که حداقل به نوعی خواسته های مردم رو شروع به شنیدن بکنه. ممنون که همراه هم بودین. سبیل سلیمانی جامعه شناس و فعال حقوق زنان از واشنگتن.